اما بحث تبدیلایی که داخل خود کمان اتفاق میفته، مثلا پی به اضافه آلفا چی میشه، پی دوم به اضافه آلفا چی میشه و الی آخر. ببینید بچه ها، یه سری رابطه داریم، مثلا این و این. دوست داری حفظ کن، من حفظ نیستم، به دانش آموزام هم نمیگم اینها رو حفظ کنم. آقا بس شما چجوری حل میکنی؟ تو این مثالا بهت یاد میدم. ببین اولین چیزی که تو باید بدونی اینه، پی، دو پی، سه پی، چار پی، پنج پی، شیش پی، هفت پی، هشت پی، یعنی مضارب صحیح پی، اسم نسبت مثلثاتی تو عوض نمیکن. یعنی من اگر اینجا دارم سینوس پی به اضافه آلفا، چون پی مضرب صحیح پیه اسمش عوض نمیشه، پس اون بر سینوس آلفا دارم. علامتشو چجوری تعیین بکنی؟ بچه ها پی به اضافه آلفا، اگه دایره مثلثاتی تصور بکنی، پی این گوشه سمت چپشه. وقتی میگه پی به اضافه آلفا، من میام پایین تر یا برم بالاتر؟ میام پایین تر، میفته تو ناحیه چندم، سوم. تو ناحیه سوم سینوس منفیه، پس سینوس پی به اضافه آلفا میشه منفی سینوس آلفا. ما قرار نیست چیزی حفظ بکنیم. مثلا کوسینوس پی منهای آلفا، آقا الان اینجا اسم عوض میشه؟ نه. چرا عوض نمیشه؟ چون پی اینجا، یعنی و کوسینوس آلفا داریم. حالا گفتم پی منهای آلفا، دوباره پی کجا بود؟ دست چپ بود تو دایره مثلثاتی. وقتی میگه پی من آلفا، یه ذره برمیگردم بالا، وقتی یه ذره برمیگردم بالا میفتم ناحیه دوم. ناحیه دوم کوسینوس مثبت یا منفی؟ منفی، پس شد منفی کوسینوس آلفا. میبینی هیچی حفظ نمیکنیم که. تو فقط بفهم پی، دو پی، سه پی، چار پی، پنج پی، شیش پی، هفت پی، هشت پی، نه پی، ده پی، یازده پی، مضارب صحیح پی اسمو عوض نمی کنن و علامت رو از روی دایره مثلثاتی در میاریم. تانجانت پی به اضافه آلفا، به من بگو ببینم الان اینجا اسم عوض میشه؟ نه. پی این گوشه به اضافه آلفا میاد پایین، ناحیه سوم تانجانت مثبت، پس میشه مثبت تانجانت آلفا. البته که اگه زبل بودی میگفتی آقای تاری شما خودت گفته بودی مضارب پی تو تانجانت میتونه حذف بشه، این پی رو وردار، میشه تانجانت آلفا، میشه همین. سینوس پی دوم به اضافه آلفا، خب ما یاد گرفتی پی دو پی سه پی چهار پی پنج پی شیش پی الی آخر مضارب صحیح پی اسم رو عوض نمی کنن. حالا میخوام به تو یاد بدم پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم، هفت پی دوم، نه پی دوم، یعنی مضارب فرد پی دوم اسمشون عوض میشه. یعنی وقتی من اینجا دارم سینوس پی دوم به اضافه آلفا، این ور سینوس دارم، اون ور چی دارم؟ کوسینوس دارم. پس سینوس پی دوم به اضافه آلفا، وقتی این ور سینوس دارم، اون ور چی دارم؟ کوسینوس دارم. حالا بیا علامت رو تعیین کنیم. سینوس پی دوم به اضافه آلفا، پی دوم کجاست؟ اون بالاست تو دایره مثلثاتی. وقتی میگه پی دوم به اضافه آلفا، یعنی باید بیام جلو یا برگردم عقب؟ میام جلو، میافتم ناحیه چندم؟ دوم. تو ناحیه دوم سینوس مثبت یا منفیه؟ معلومه که مثبته، پس میشه مثبت کوسینوس آلفا. بعدی چیه؟ کوسینوس سپی دوم منهای آلفا. بچه ها سپی دوم اسم عوض میشه یا عوض نمیشه؟ عوض میشه. تو الان یاد گرفتی پی دوم، سپی دوم، پنج پی دوم، هفت پی دوم، مضارب فرد پی دوم اسما عوض میکنن. پس من اگر این ور کوسینوس دارم، این ور چی دارم؟ سینوس. حالا سپی دوم کجاست؟ اون پایین پایین. وقتی منهای آلفا میشه، یه ذره برمیگرده عقب، میفته تو ناحیه چندم؟ سوم. بچه تو ناحیه سوم کوسینوس مثبت یا منفی؟ منفی، پس میشه منفی سینوس آلفا. یه نکته ای رو دقت کنید، شما علامت رو با توجه به این سمت چپی ها تعیین میکنین ها، که مثلا کوسینوس تو اون ناحیه علامتش چیه. اما این سوال رو ببینیم، اگه تانجانت 24 دهم باشن، حاصل سینوس 250 به اضافه سینوس 700 تقسیم بر کوسینوس 560 منهای کوسینوس 110 کدام است؟ خب بچه ها این داده مسئله است، این خواسته مسئله است. شما باید این زاویه هایی که دارین رو یه جوری تبدیل به 20 درجه کنید. چه جوری؟ این 250ه، نزدیکترین زاویه معروفی که میشناسی به 250 چنده؟ 270. پس به جای 250 میرسم 270 منهای 20. سینوس 700
نزدیکترین زاویه معروف به 700 چنده؟ 720. پس من به جای 700 میتونم بنویسم 720 منهای 20. بچه ها اما 720 مگه 2 تا 360 درجه نیست؟ دقت کنید، ما گفتیم مضارب دو پی توی سینوس و کوسینوس حذف میشن. دو پی یعنی 360. پس این دو تا 360 رو من حذفش میکنم، مثلا نمیخوام. یعنی اینجا فقط این منفی 20 میمونه، این 720 کلا از بین میره. کوسینوس 560، نزدیکترین زاویه معروف به 560 هست 540. پس 560 میشه 540 به 20. حالا جای 540 چی میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم 360 به اضافه 180. مگه نه اینکه توی کوسینوس و سینوس مضارب دو پی حذف میشه؟ دو پی یعنی 360. پس این 360 رو من حذف میکنم. پس تا اینجا تو کمان این یکی 270 منهای 20 داریم، تو کمان این یکی فقط منفی 20 داریم، تو کمان این یکی 180 به اضافه 20 داریم، و حالا 110 و چی می نویسم؟ 90 به اضافه 20. حالا باید دونه به دونه تبدیل شده هاشون رو بنویسیم. ببینید بچه ها، سینوس 270 منهای 20، 270 کجاست؟ اون پایین پایین. وقتی منهای 20 یه دونه میاد سمت چپ، یعنی میشه نایه سوم. اولا چون 270 همون سپی دومه، پس عوض میشه، یعنی سینوس میشه کوسینوس که شده. دوما تو ناحیه سوم سینوس منفیه، پس این کوسینوس یه منفی پشتش گرفته. این یکی هم که اصلا 720 رفته، فقط منفی 20 مونده. اینو چیکار کنیم؟ 180 و 20 مونده. 180 یعنی همون پی. آیا پی اسمو عوض میکرد؟ نه. پس بنابراین من وقتی اینجا کوسینوس دارم، این ورم کوسینوس دارم. حالا 180 به اضافه 20، 180 این گوشه است به اضافه 20 یه خورده میاد پایین، میافته تو ناحیه چندم سوم، اونجا کوسینوس منفیه، پس میشه منفی کوسینوس 20. در نهایت کوسینوس 90 به اضافه 20، 90 همون پی دومه، اسم عوض میشه. پس این وقت سینوس باید داشته باشیم. حالا 90 به اضافه 20 ناحیه دوم، کوسینوس منفی، یه منفی هم توش ضرب میشه، منفی در منفی شده چی؟ مثبت. همه کمانا درسته غیر این یه دونه. سینوس منفی 20، یادته سینوس منفی رو از بین میبرد یا پرت میکرد بیرون؟ پرت میکرد بیرون. کدومشون بود منفی رو از بین میبرد؟ باریکلا کوسینوس. پس این منفیه رو میندازم بیرون، میشه منفی سینوس 20. در نهایت به جای سینوس 20 میتونم بنویسم 4/4 کوسینوس 20. از کجا آوردمش؟ این تانژانت 20 رو باز کردم طرف این وسط این کرد. اگه جایگذاری کنم میشه منفی کوسینوس 20 منهای 4/4 کوسینوس 20 تقسیم بر منهای کوسینوس 20 به اضافه 4/4 کوسینوس 20. خب بالا میشه منهای 1/4 کوسینوس 20، پایین میشه منهای 6/4 کوسینوس 20. کوسینوس 20 ها میره، منفی ها میره، جواب میشه 1/4 تقسیم بر 6. 1/4 تقسیم بر 6 همون 14/6 که اگر به 2 ساده کنیم میشه 7 به روی 3.